سلام به شما دانش آموزان خوب، با عرض معذرت به لحاظ تأخیری که صورت گرفت میریم برای بحث امروزمون در ارتباط با معرب و مبنی و معرفه و نکره هستش. واژه معرب و مبنی در نظام جدید به صورت مستقیم شما این اصطلاحات رو ندارید، ولی خب کلماتی که حرکت های ثابت دارن و کلماتی که حرکت های متغیر دارن، ما به ناچار باید با این اصطلاحات و حرکت هایی که مربوط به اون میشه آشنایی پیدا بکنیم. پس بحث جلسه هشتم ما معرفه و معرفه و نکره است که بخش معرفه و نکره فوق العاده در کنکور مؤثر و تاثیرگذار هست و تست‌های متعددی هم در ارتباط با اون میاد. روز ساعت تاریخمون مشخص در رشته تجربی زیست شناسی 50 عدد تست دارید هر و به طور کلی باید در 36 دقیقه پاسخ بدید و هر سوال هم 43 ثانیه فرصت دارید برای پاسخ دادنش. سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیسی زیبا نخواهد شد. از زخم تیشه خسته نشو که وجودت شایسته تندیس است. از اهورا مزدا. خب بریم برای یوگا خنده امروزمون. آماده اید احمد رضا هماهنگ و همچنین شماها هم؟ بریم. یک دو یک دو سه، یک دو یک دو سه، هی هی ها ها ها، هی هی ها ها ها. بسیار خوب. خب خنده آش داغ هم تصور بر این باشد یک آشی ظرفش داغ هست، شما با قاشو دارید اون آش داغ رو عجله هم دارید و میریزید توی دهانتون ببینید چه اوضاعی رو به وجود می آوره. همون رو تو هم با خنده بکنید. آش داغ میارید تو دهان. وای چقدر داغ بود، چقدر داغ بود، امروز هم که میچسبه دیگه. خیلی خوب، بریم برای بحثمون، بحث معرب و مبنی. ببینیم معرب چه تعریفی دارد و مبنی هم چه تعریف. معرب حرکت آخرین حرف اصلی کلمه در جایگاه جمله. چی از بچه ها؟ آزمون رو اون جلسه تحلیل کردیم، آزمون جلسه قبل رو تحلیلش کردیم که بعد از اونم آزمون قلمچی رو بررسی کردیم. اون رو در همون جلسه قبل بررسی شد. بله بله اون رو انجام دادیم، مربوط به بحث جلسه پیشمون رو. به همین خاطر ما این جلسه فقط دیگه وارد بحث میشیم. آزمونش رو جلسه قبل بررسی کردیم. درسته بچه ها؟ آزمون مونتا رو میگید؟ از اون مونتا به من خبر ندادن انجام شده. حالا اگه میگفتن که اونو هم بررسی میکردیم، حالا ببینیم فرصت اگه بود انجامش میدیم. خب بریم برای معرب حرکت آخرین حرف اصلی کلمه در جایگاه جمله. چی بنویسیم بچه ها؟ آفرین، متغیر است. متغیر است. خب این معرب و تغییر حرکات شامل چه چیزهایی میشود؟ شامل رفع هست، نصب هست، جر هست و جزم هست. معرب چهار حرکت رو میپذیره: مرفوع شدن با نشانه های داخل پرانتز او و اون، این خیلی پررنگه و ازش میگذاریم. خب با این نشانه های او یا اون، مثل کتابون و کتابو، این رفع است. نصب مثل ان و ا، مثل کتابن، کتاب، الکتابه. جر هم حرکت های زیرین هست، ان و ا، یا همون تمرین جر و کسره، مثل کتابن و الکتابه. و جزم هم که ساکن هست، مثل لم یکتب. خب یک کلمه وقتی که در جایگاه متفاوت حرکت متفاوت رو میپذیرد بهش میگن این معرب هست، یعنی حرکتش در جایگاه های مختلف جمله با توجه به نقشی که میپذیرد حرکتش رو تغییر میدهد، این میشه معرب. و اما مبنی
حرکت آخرین حرف اصلی کلمه در جایگاه جمله متغیر نیست، همیشه ثابته. خب چه حرکت هایی رو داریم؟ زمه هست با نشانه داخل پرانتز او، فتحه هست با حرکت ا، کسره هست با حرکت ا، و سکون هست با علامتی که داخل پرانتزه. زمه مثل حیسو، حیسو همیشه حیسو هست، یعنی هیچ وقت ما ندیدیم که این کلمه در جمله حیسه یا حیسه بشه، ثابته. ذهبه همیشه ذهبه است، کتبه کتبه است، کتبو ذهبو نداره. کسره مثل امسه، این همیشه این حرکت ثابته و هیچ حرکت دیگری رو نمیپذیره. من آخرش ساکن هست. الا همین الفی که اومده، الذی، این یه که اومده، این همه ساکنن و بهشون میگن که مبنی بر سکون. خب این از معرب و مبنی و حرکت هایی که براش داشتیم. اما مهمترین معرب ها ما در تست وقتی بهمون میگن که کلماتی که معرب هستن رو مشخص بکنید، مهمترین معرب هامون اینا هستن: اونایی که الپذیر باشن، اونایی که تنوین پذیر باشن، فعل مضارع به جز صيغه های 6 و 12 و مضاف. پس الف لام تنوین، مضارع مضاف، اونایی که الف لام بگیرن، اونایی که تنوین بگیرن 100% معربن اینا، و فعل مضارع هم همیشه معرب هست به غیر از صيغه 6 و 12. پس فعل های دیگه مون مثل ماضی و امر اینا همیشه مبنی هستن، یعنی حرکتشون ثابته، و مضاف کلمه‌ای که به کلمه دیگری اضافه بشود. اینا مهمترین شاخصه های معرب هستش. خب بریم ببینیم اقسام مبنی چیا هستن. اقسام مبنی، یکی فعل ماضی هست، فعل ماضی همیشه مبنی هست. فعل ماضی همیشه مبنی هست، مثل ذهب. نه این رنگم ببینیم اگر پر رنگه، بریم سراغ یه رنگ دیگری مثل ذهب. نه همیشه فعل ماضی مبنی هست. مورد دوم امر مخاطب هست. امر مخاطب، امر حاضر، مثل اذهب، این هم همیشه ثابت هست. سه صیغه های 6 و 12 مضارع، مثل یذهب نه و تذهب نه. یذهب نه، تذهب نه، یکتب نه، تکتب نه، ینصر نه، تنصر نه. صیغه 6 و 12 مضارع همیشه مبنی هست. 4. هرگاه فعل مضارع به نون تأکید، یعنی نون تشدیددار و نون ساکن متصل بشه، آخر فعل مضارع نون تشدیددار یا نون ساکن بیاد، مثل یذهبن، یکتبن، اینا هم مبنی هستند. تمام حرفا، هر چه حرف داریم مبنی است. باب و تا و کاف و لام و واب و منز و مسخلا رو بهاشا من ادافی ان الا حتی الا ان و لن، پس گی ازن، این 4 حرف معتبر نصب مستقبل کنن این جمله دائم اقتضا ان و انک ان لیت لکن لعل. ببینید هر چه حرف داریم، حروف مشبهتون بالفعل، حروف جاره، حروف ناصبه، حروف جازمه، اینا همه مبنی هستن. ضمیرا، هر چه داریم ضمیر مبنی هست، ضمایر مبنیه. اسمای اشاره مثل هازا، هازهی، تلک، زالک مبنیان به غیر از مثناهاشون، مثناهاشون معربن. اسمای موصول مثل الذی، التی، اینا هم مبنی هستن به غیر از مثناهاشون، الذانه، الذین، اللتانه، اللتین، اونا معربن. و اسمای شرط مثل من، مثل ما، مثل این، مثل ازا، اینا هم مبنی هستن. اسمای استفهام مثل من، ما، عینه، متا، کیفه، اینا همه مبنی هستن. اعداد مرکب، یعنی اعداد از 11 تا 19، 11، 13، 14، اینا هم ثابتن حرکتشون. اسم لای نفع جنس که در عربی پای 12 بهش خواهیم رسید، مناده علم که در عربی پای 12 بهش خواهیم رسید، و مناده نکره مقصوده، اینا رو در عربی
پایه 12 بهش میرسیم. فعلا به عنوان مبنی در نظر بگیرید. این از مبنیامون. پس ماضی شد امر مخاطب، صیغه 6 و 12 مضارع. فعل مضارع اگر آخرش نون تشدیددار یا نون ساکن که به عنوان نون تاکید هست، بگیرد تمام حروف، ضمیرها، اسمای اشاره، اسمای موصول، اسمای شرط، اسمای استفهام، اعداد مرکب از 11 تا 19، اسم لای نفی جنس، مناد علم، مناد نکره مقصوده، اینا همه مبنی هستن. خب بریم اسمای معربی که به طور عارضی، به طور عارضی یعنی جبری، اسمای معربی که به طور عارضی مبنی میشن. بحثشو ما اینو در عربی 12 خواهیم داشت، اما فعلا به عنوان اسمای معربی که از سر جبر به اونا مبنی میگن و همیشه هم حرکتشون ثابت هست و تغییر نمی کند رو بشناسیم. یکی از اونا اسم لای نفی جنسه. اسم لای نفی جنس بچه های پای 12 هم اینو بهش رسیدن دیگه، درس اولتونه، حروف مشبهتون بالفعل و لای نفی جنس. یه اطلاعات اولیه در مورد این دارید، بعدا مفصل بهش خواهیم پرداخت. اسم لای نفی جنس همیشه مبنی بر فتحه، یعنی همیشه آخرش فتحه میگیره، مثل لا اکراحه، لا اکراحه. ملاحظه میکنید که میگه لا اکراحه، نمیگه لا اکراحن، لا اکراحون، لا اکراحن. مبنی بر فتح و فتح میگیره. لا الهه، لا الهه الا الله، لا رجله، همیشه فتحه میپذیرد. مورد بعدی که به عنوان به طور عارضی مبنی میشود مناده علم هست، مناده که اسم خاصه، یعنی بعد از حرف ندا شما یک اسم خاصی رو نام ببرید، یا فاطمتو، یا زهرا، یا سعیدو، یا علیو، یا محمدو، همیشه مبنی بر ضمه، آخرش ضمه میگیره، مثل یا اللهو، یا اللهو، یا قدسو، یا فاطمتو، این همیشه ضمه میگیره و هرکش هم ثابت هست. بعد از یا که بهش آنچه که میاد منادا میگن، ضمه خواهد پذیرو. و منادای دیگرمونم که بعدا اینو گفتم در پای 12 بهش میرسیم، منادای نکره مقصوده هستش که اینم مبنی بر ضمه، مبنی بر زم، اینم زمه میپذیرد، مثل یا تفلو، یا تفلو، یا رجلو، یا مسلمو، میشه زمه میگیره، ثابت هستش. پس اسمایی که معربن در حقیقت، یعنی باید حرکتشون تغییر کنه، اما مبنی میشن به طور عارضی اثر جبر بهشون مبنی گفته می شود. این یک اطلاعات اولیه در مورد معرب و مبنی. پس چی یاد گرفتیم؟ معرب حرکت حرف آخرش در جایگاه جمله متغیر هستش، مبنی ثابت هستش. شناسه های معرب، مهمترین معرب ها، اونا که الف لام دارن، تنوین دارن، مضارع و مضاف، و مبنی هم که فعل ماضی، امر مخاطب، صیغه 6 و 12 مضارع، نون تأکیدی که بیاد به فعل مضارع به چسب، ضمیرها، حروف، اسمای اشاره، اسمای موصول، اسمای استفهام، اینا همه جز مجموعه مبنی ها بودن. اما بحث اصلیمون از معرفه و نکره شروع می شود که در نظام جدید دیگه بهش مواجه هستن. بسیار خوب، بریم ببینیم که معرفه و نکره چه تعریفی دارن و شامل چه چیزهایی می شود. ابتدا معرفه، همراهی کنید با من بچه ها. معرفه بر اشخاص یا اشیاء، آفرین، باریکلا، باریکلا، معین، باریکلا، بر اشخاص یا اشیاء معین دلالت می کنند. خب نشانه ها چی هستش؟ یکی از اون نشانه ها الف لام، کلماتی که الف لام میپذیرن معرفه هستن، مثل کلمه التلمیز، التلمیز، المدرسه، الکتاب، القلم، اینا معرفه. نشانه دوم برای معرفه ها اسمای علم هست، اسمای علم. خب به سه گروه تقسیم میشن اسمای علم، سه مشخصه دارن. الف اسم خاص، اسمای خاص که بر یک شخص یا یک شیء معین دلالت میکنن، مثل مریم خانوم
و مانند کعبه بر یک شخص یا یک شیء معین دلالت میکنه. این یک اسم خاص شد. به یا دو، کنیه، کنیه افراد. ما کنیه ها رو چگونه تشخیص بدیم؟ کلمه مثل اب و کلمه مثل ام، اینها رو ما اگر به یک اسم دیگری اضافه بکنیم کنیه افراد میشه، مثل ابوالقاسم، ام کلثوم، ام البنین، ابوالفضل، ابا محمد. میشه کلمه اب و ام رو به یک اسم دیگری شما بیافزایید کنیه افراد میشه. اینم علم هستش. و مورد جیم لقب هست، لقب های خوب و بدی که به افراد داده میشه. مثلا زین العابدین، خب یه لقب خوب هست، و حمالت الحطب یک لقب بد هست، کسی که هیزم دوزخ رو حمل میکند، تبت یدا ابی لهب، در اونجا اومده. خب پس اسمای علم که شامل اسمای خاص میشن، کنیه ها میشن، لقب ها میشن، اینها به عنوان معرفه در نظر گرفته می شود. خب بریم برای مورد سوم از معرفه ها. مورد سوم ضمیرها هستند. ضمیرها هم جزو معرفه. خب ما به جهتی که ضمیرها رو کامل بشناسیم، من در اینجا دیگه وارد بحث اصلیش میشم. یعنی ما در حقیقت ضمیر خب به شکل مختلف داریم دیگه، متصل داریم، منفصل داریم، باز خود اونا تقسیم میشن. بذارید همه شون رو بشناسیم که اگر در جای اومد به عنوان معرفه در نظر بگیریمش. اولین ضمیر ما ضمیر متصله، ضمیر متصل، الف ضمیر متصل، تقسیم میشه به مرفوعی و منصوبی. متأخر کدوم اینا یه نام دیگه هم دارن برای خودشون. ضمیر متصل مرفوعی که نام دیگه‌اش هست، نام دیگه‌اش هست فاعلی، فاعلی، ضمیر متصل مرفوعی یا فاعلی، عبارتن از الف واو نون تتوماتوم تتوماتون نه یه نا، الف واو نون تتوماتوم تتوماتون نه یه نا. اینا ضمیر متصل مرفوعی یا فاعلی هستن. هر جا اینا رو دیدید به عنوان معرفه در نظر میگیریم. خب مثل ذهبا الفش، مثل ذهب نه نونش، مثل اذهبی یش، مثل نصرنا نا، اینا ضمیرهای متصل مرفوعی هستند. ضمیرهای متصل مرفوعی یا فاعلی یک مخففی هم ما براشون داریم که معروفن به ضمایر وانتی، بهشون میگن ضمایر وانتی. ضمیرهای وانتی ضمیرهای متصل مرفوعی یا همون فاعلی هستند، تو جمله نقش فاعل رو دارن و فاعل هم مرفوع هست. خب واوش که همین واوی که اینجا داریم، الفش همون الفیه که در اینجا داریم، نونم نونی که اومده، و ت تمام تهایی که داریم، تتوماتون تتوماتون نتو، اینا همه اون ت هستن، یه هم که اینجا آخره مخفف کردیم. ضمیرهای وانتی به خاطر بسپارید، پس ضمیرهای وانتی اینا رو بهشون میگن ضمیرهای متصل مرفوعی یا همون فاعلی. الان ذهبا فعل است و الفش فاعل هست، زبن فعله و نونش فاعل هست که به عنوان ضمیر در نظر گرفته میشود. خب اما ضمیرهای متصل بعدیمون منصوبی یا مجروری هست، منصوبی یا مجروری. چیا هستن؟ هو هما هم، ها هما هم نه، که کما کم، که کما کن نه، هو هما هم، ها هما هم نه، که کما کم، که کما کن نه، یه نا. بریم، هو هما هم، ها هما هم نه، که کما کم، که کما کن نه، یه نا. اینا ضمیرهای متصل منصوبی یا مجروری هستن. ضمیرهای متصل مرفوعی یا فاعلی که گفتیم معروفن به ضمایر وانتی، نام دیگه شون یا آنچه که میخواید بیشتر به خاطر بسپارید بهشون میگن ضمایر یک بوسه، ضمایر یک بوسه. ضمیرهای متصل مرفوعی یا فاعلی یک بوسه از طرف بیشتر نمیگیرن. خب بوسه بر چی میزنن؟ فقط فعل ها، بوسه بر فعل ها خواهند زد.
این ضمیرها رو شما فقط درون فعل ها میبینید، همراه با اسم و حرف نخواهم بود. ضمیرهای متصل فاعلی یا همون مرفوعی فقط فعل ها رو میبوسند، یعنی اگر میخواهید پیداشون کنید در فعل ها باید بیابیدشون. اما ضمیرهای متصل منصوبی یا مجروری اینها معروف هم به ضمایر سبوسه، بهشون میگن که ضمایر سبوسه. بوسه بر چی میزنن؟ هر سه اقسام کلمه، هر سه اقسام کلمه رو اینا میبوسن. هر سه اقسام کلمه اینها خواهم بوسید. خب نگاه کنید تو مثالاش، مثلا کلمه کتاب، خب هممون میفهمیم که اسمه، من حرفه، نصره فعله و اومده به خب به کتاب متصل شده، ها به حرف متصل شده، نا هم به فعل متصل شده. اینها به هر سه قسم کلمه متصل شده، به همین خاطر بهشون میگن ضمایر متصل منصوبی یا مجروری. اما فقط به خاطر داشته باشید که این هو هما هم ها هما هنه که کما کم که کما کنه یه نا اگر به فعل چسبیدند نقش مفعولی رو دارد، به همین خاطر میگه منصوبی. اگه به غیر فعل چسبیدن، یعنی به اسم و حرف چسبیدن، مجرور هستن، مجروری بهشون میگن. پس اتصال این ضمیرها به اسم و حرف مجرورن و اتصالشون به فعل ها منصوب خواهد بود، به صورت منصوب یا همون مفعول در نظر گرفته میشه، پس ضمایر سبوسه هستن. خب اینها رو اگه ما بخوایم به خاطر بسپاریم، بیاد این آوای زبان مشهدی بیفتید. معمولا در کوچه بازار یا در مدرسه بچه ها هم دیگر وقتی میخوان صدا بزنن تو با لحجه مشهدی، اون ابتداش میگن هو هو، با هو شروع میشه، هو یره، یک یره هم اضافه میکنن، یک یره هم اضافه میشه. بچه آفرین، الان گفت یکی از بچه ها یره، هو یره یره یره، یارم کله پا نره، هو یره یره یره، یارم کله پا نره. ببینید این لحجه مشهدیه، با هو شروع میکنیم، هو، ای هو آوای مشهدیه. یا باز هم همین هو در یک ریت و آهنگ دیگر مشهدی، این که توی این نگاه تو غرق درم مرم یره، هو چرا ای رو نو فهمی ای عزیز مخره، هو. ببینید این هو آغاز ضمایر متصل منصوبی یا مجروری هستش. هو، همین هو رو یادتون بیاد و بعد ادامهشو میدید، هو هما هم، ها هما هم، نه که کما کم، که کما کن، نه یه نا. بله لهجه مشهدی یه لهجه عالیه، خداوندم خیلی وقتا تو قرآن مشهدی حرف میزنه دیگه، نه آیه معروف فمن یعمل مثقال ذره خیرن، چی بچه ها؟ چی؟ چی؟ یره، یره. ببین خود خداوندم میگه یره، یره. خب این یره ما وقتی تو لهجه مشهدی صدا میزنیم یره، یعنی میگیم آی حواست باشه ببین منو، و خود یران به معنی دیدن دیگه، نه از دیدن میاد. قدر لهجه مشهدی رو باید دونست. قبلا هم اشاره کردم که حتی در جستجو و کاوشی که در زبانها کردن، گفتن اون کلام آغازین بشر کلامی بوده است که از اطراف مشهد شروع شده، یعنی از کلات نادر، از اونجا این لهجه شروع شده، به زبانهای مختلف رفته، حالا به لحاظ موقعیت جغرافیایی، به لحاظ سایر موارد میبینید که یک مقدار تغییر تکلمی پیدا کرده، ولی وجه تسمیهشون همه برمیگرده به همین لهجه مشهدی و این از افتخارات مشهدی ها هستش که همه به زبان مشهدی صحبت میکنن، قرآن، غیر قرآن، حتی زبانهای انگلیسی، آلمانی، روسی، همه اینها برمیگردن وجه تسمیه خیلی از کلماتشون به لهجه مشهدی. خب پس ضمیرای متصل منصوبی یا مجروری سبوسه است، هر سه قسم کلمه رو میبوسند و مشخص. اما در اینجا دقت کنید بچه ها، این نا رو ما در منصوبی هم دیدیم، در مرفوعی هم این نا رو داریم. بعد خیلی از بچه ها میگن خب این نا رو ما از کجا تشخیص بدیم که نای مرفوعی هست، یعنی نقش فاعل رو دارد، یا نای منصوبی هست وقتی بعد از فعل میاد
از کجا بفهمیم که این فاعل است یا مفعول هستش، مرفوس یا منصوب هستش؟ ببینید من اینجا یک نشانه گذاشتم. اینجا اگر نگاه کنید این نصرنا، اگر قبل از ضمیر یعنی لام الفعلتون ساکن بود، لام الفعلتون ساکن بود، کتبنا، نصرنا، استخرجنا، این مرفوعیه، مرفوعی هست. اما اگر قبل از نا یعنی لام الفعلتون سومین حرف اصلی فعل متحرک بود، متحرک بود، حالا میخواد او باشه، ا باشه، متحرک بود، اون منصوبیه. اینم یک چیز که به عنوان اطلاعات بیشتر داشته باشید. پس قبل از نا ساکن میشه مرفوعی، متحرک میشه منصوبی. خب نکته یا مورد توجه، گفتیم که ضمیر یا و نا یا یه و نه مرفوعی فقط در صیغه‌های ده مضارع و چهار امر مخاطب و چهارده ماضی میبینید. ضمیرهای یه و نای مرفوعی رو تو این صیغه‌ها میتونید پیدا بکنید، مثل تذهبین، تذهبین، اون یه که اومده داخلش ضمیر مرفوعی است، یا مثل اذهبی، اذهبی، اون یایی که آمده یایی مرفوعی است، یا مثل کتب نا، نا، این نایی که اومده مرفوعی است. اینا رو بهشون میگن ضمایر مرفوعی. تو سه تا جا بیشتر نداریم، ده صیغه مضارع، چهار امر مخاطب و چهارده ماضی. اما بریم سراغ ضمایر منفصل. ضمایر منفصل هم تقسیم میشه به مرفوعی و منصوبی. مرفوعی و منصوبی. ضمایر منفصل مرفوعی، ضمایر منفصل منصوبی. خب ضمایر منفصل مرفوعی عبارت است از هو، هما، هم، یا، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحنو. اینا ضمیرهای منفصلن، یعنی به چیزی وصل نیستن، خودشون جداگانه دارن میان. هو، هما، هم، یا، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن. اینا میگن ضمایر منفصل مرفوعی. خب چرا بهشون میگن مرفوعی؟ چون عمدتا این ضمیرها در نقش مبتدا میان، اول جمله میان، هو حمیدون، هی فاطمه، تو ابتدای جمله میان، نقش مبتدا رو داره، به خاطر بهشون میگن ضمایر منفصل مرفوعی. و ضمایر منفصل منصوبی عبارتن از یاهو، همون هو، هما، هم، ها، هما، هن، که، کما، کم، که، کما، کن، یک ایا بهش اضافه میکنیم بچه ها. یاهو، یاهما، یاهم، یاها، یاهما، یاهن، یاک، یاکما، یاکم، یاک، یاکما، یاکن، یای، یانا. اینا رو ضمیرهای منفصل، ضمیرهای منفصل منصوبی بهشون میگن. هر جا دیدید اینا ضمیرهای منفصل منصوبی هست. خب چرا بهشون میگن ضمیرهای منصوبی؟ چون عمدتا اینا در نقش مفعول میان، نه توی جمله، وقتی اینا رو میبینید در جایگاه منصوبی یا مفعولی هستن، که حالا توی مثال این مورد توجه بهش خواهیم پرداخت. ببینید توی توجه چی میگه؟ دلیل تقدیم یعنی مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل خود از جهت تأکید، یا نام دیگرش هست حصر، یا نام دیگرش هست اختصاص، اختصاص. پس دلیل مقدم شدن مفعول بر فعل فاعل خود از جهت تأکیده، یا به عبارت از جهت حصر است، یا به عبارتی به خاطر اختصاص هستش. هر موقعی شما قانون اینه دیگه، اول باید فعل بیاد، بعد فاعل بیاد، بعد چی بچه ها؟ مفعول بیاد. فعل بیاد، فاعل بیاد، مفعول بیاد. حالا اگه مفعول جلوتر از فعل و فاعل اومد، خب برای چی این کارو کرده؟ میگه برای تأکید این کارو کرده. یعنی وقتی میخوای ترجمه کنید حتما باید یه واژه تأکیدی رو به کار ببرید. مثالشو ببین، ایاک نعبدو، ایاک نعبدو. خب ایاک نعبدو الان ایاک نقش مفعول رو داره، درسته بچه ها؟ نقش مفعول رو داره. نعبدو هم فعل و فاعل هست که فاعلش نحنو هست. خب حالا چرا مفعول جلوتر از فعل و فاعل آورده؟ به خاطر تأکیده.
پس ما با چیکار کنیم؟ تو ترجمه میگه واژه تأکیدی بیارید. نگاه کنید، منم واژه تأکیدی آوردم. تنها، تنها تو را میپرستیم، فقط تو را میپرستیم، قطعا تو را میپرستیم. حتما نیاز داریم که ما یه واژه تأکیدی بیاریم. حالا اگه این ایاک نعبدو بود، نعبدو که، نعبدو که، اینجا دیگه ما تأکید نیاز نداشتیم، فعل اومده، فاعل اومده، مفعول اومده، تو را میپرستیم و همیشه ترجمه میکنیم. اما ایاک رو هر موقع قبل از فعل دیدید تو ترجمه حتما توجه داشته باشید که یه واژه تأکیدی باید بیارید، ضمنی که اون ایاک، ایاکما، ایاکم هر چی اومده اون نقش مفعول رو هم داره، در جمله به عنوان نقش مفعول در نظر گرفته می شود. بسیار خب، بریم سراغ اهمیت ضمیر که قبلا اشاره کردیم. حدود 20% موضوع ترجمه در کنکور مربوط است به ضمیرها، ضمیرهایی که داخل جمله اومدن یا نیومدن، اینا تو ترجمه حتما بهش توجه داشته باشید. خب ضمیر یکی از اجزای اصلی جمله است. در تشخیص انواع ضمیر و ترجمه صحیح هر یک با دقت کنیم. یه مثال آوردیم، گفتیم که هم مشغولون به مطالعه دروس هم. خب این ضمیر اومده دیگه بچه ها، این ضمیر باید درست ترجمه بشه و اگر تکرارم شده تکرار بشه. خب یکی گفته آنها سرگرم مطالعه درس ها هستند و دیگری گفته آنها سرگرم مطالعه درس هایشان هستند. کدوم انتخاب کنیم بچه ها؟ اولی رو یا دومی رو؟ آفرین، باریکلا، قول دوم رو انتخابش میکنیم، چون باید این موارد دیده بشه. آنها درس هایشان، اینها در گزینه دو بهش پرداخته که در گزینه فقط گفته درس ها و اون هم رو ترجمه نکرد. خب مورد چهارم از معرفه ها اسم اشاره است. در نظام جدید بچه ها به 3-4 تا بیشتر نپرداخته، اما در حقیقت معرفه ها 6 تا هستند که ما باید هر 6 تا رو بهش آشنایی پیدا بکنیم. حالا در کنکور گاهی میبینید که از اون مجموعه هم آورده میشه و گاهی هم میبینید که آورده نمیشود. به هر حال ما کامل معرفه ها رو باید تشخیص بدیم. اسم اشاره، اسم اشاره به نزدیک داریم و اسم اشاره به دور داریم و اشاره به مکان داریم. پس اشاره به نزدیک، اشاره به دور، اشاره به مکان. اسمای اشاره به نزدیک عبارتن از هازا، هازان، هازین، هاولائه، هازهی، هاتان، هاتین، هاولائه، هازا، هازان، هازین، هاولائه، هازهی، هاتان، هاتین، هاولائه. خب خودتون دیگه میدونید اینا رو دیگه. این مفرد هست، اینا مثنا هستن، اینم جمع هست. باز اینجا هم همینطور، مفرد، مثناست، اینم جمعه. این گروه اول گروه مذکره، گروه دوم گروه مؤنث هستش. و اما اشاره به دور عبارتن از زالک، زانک، زینک، اولائک، تلک، تانک، تینک، اولائک. زالک به معنی آن، اشاره به دوره، هازی، این اشاره به نزدیک. زالک، زانک، زینک، اولائک، تلک، تانک، تینک، اولائک. تو تان مسلسل اینا میرن تو قالب اشاره به دور، تانک، تینک، تان، تینک. خب و اما اشاره به مکان عبارت است از هنا به معنی اینجا و هناک به معنی آنجا. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. خب
این هم اشاره به چی بچه ها؟ اشاره به مکان. نزدیک داریم، دور داریم، مکان داریم. و به این شکلی که مفرد و مثنی رو جمع کردیم، گروه مذکر، گروه مؤنث، به این شکل اینا هم در مجموعه معرفه ها هستن. اما نکته، اگر بعد از اسم اشاره اسم معرفه به ال بیاید که اسمشو میذاریم مشارون الی، اسم معرفه به ال نامش هست مشارون الی، اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه می شود، در غیر این صورت تابع کلمه بعد از خود معنا خواهد شد. بریم سراغ مثالش. هاولائه، هاولائه، الطالبات الف لام گرفت، اما طالباتون بدون الف لام. اگر بعد از اسم اشاره اسم معرفه به ال بیاد، اون اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه میشه، میگه این دانش آموزان کوشا هستند. این بایی که هاولائه به معنی اینان هست، اما داره این معنا می شود. و اگر معرفه به ال نبود، آنچه که بعد از اسم اشاره میاد معرفه به ال نبود، اسم اشاره تابع اون اسم بعدش معنا می شود. یعنی اسم اشاره تابع اینه، الطالبات، الطالبات جمع، اونم جمع معنا می شود، میشه چی بچه ها؟ اینان، اینان دانش آموز هستن. خب اینم یه نکته کنکوری است که خب تسای متعدد هم در این رابطه داشتیم. پس بعد از اسم اشاره اسم معرفه به علق اومد، اسم اشاره مفرد ترجمه میشه و در غیر این صورت تابع اون اسم معنا خواهد شد. اون اسمی که معرفه به ال هست بهش مشارون الی هم میگن، یعنی اشاره شده بهش. خب نکته بعدی، اگر اسمی جمع مکسر غیر عاقل، اگر اسمی جمع مکسر غیر عاقل یعنی غیر انسان، به عبارت ساده تر جمع بیشور، جمع بیشورها باشد، غیر انسان، غیر عاقل باشد، هر آنچه به آن برمیگرده. این هر آنچه چیا میتونن باشن؟ ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول، صفت و فعل. هر کدوم از اینا که باشد به صورت مفرد مؤنث خواهد اومد. پس برای جمع های غیر انسان، جمع های غیر عاقل، جمع های بیشعور، شما از مفرد مؤنث استفاده می کنید. هر آنچه خواستید براش بیارید مفرد مؤنث خواهد بود. مثالش رو نگاه کنید. هذه الکتب، الان هذهی اسم اشاره است و کتب جمع غیر عاقل هست. نگفت هاولائه، نگفت اولائه، که از اسم اشاره مفرد مؤنث استفاده کرد، یا هذه یا تلک استفاده میشه، یا در اینجا تلکل اشجار، اشجار الان جمع غیر عاقل هست، جمع غیر انسانه. خب داره از تلکه که مفرد مؤنث هست استفاده میکنه. پس برای جمع های غیر عاقل از مفرد مؤنث استفاده میکنیم. یه مثالی کلی تر گفتیم. هذه هی الثیران و سمینت التی اکلت علفا. الان در اینجا ما سیرانمون جمع غیر عاقله، سیران جمع ثور هست، ثور یعنی گاو، ثور یعنی گاو، حالا سیران میشه گاو ها، یه جمع غیر انسانه. هر آنچه که براش آوردیم، هذه اسم اشاره، هی ضمیر، سمینت صفت، التی موصول، اکلت فعل و های علفه ها، این ها هم مفرد مؤنثه. برای جمع های غیر عاقل از مفرد مؤنث استفاده می کنم. این هم پس به عنوان یه نکته که حتما بهش توجه داشته باشید. اما موضوع ترجمه ای، گاهی هناک به معنای هست یا است یا وجود دارد به کار می رود. خب کجا این اتفاق رخ میده؟ معمولا اول جمله که در نقش خبر میاد، ابتدای جمله که میاد و عمدتا هم در نقش خبر هست، دیگه نمیگیم آنجا، بلکه از اصطلاح هست یا است یا وجود دارد استفاده میکنیم. مثالش ببین، هناک کتابون علل کرسی، میگه کتابی بر روی صندلی هست یا است یا وجود دارد. نمیگیم آنجا، دیگه میگیم
هست یا است یا وجود دارد. ابتدای جمله در نقش خبر هم اگر بیاد که دیگه این معنا رو ما خواهیم داشت. اول جمله بله. خب مورد پنجممون از معرفه ها اسمای موصول هست. اسم موصول. اسمای موصول هم دو شکل میان، یا خاصن خاص یا عام. موصول خاص، موصول عام. موصول خاص، اینم موصول عام. موصول عام نام دیگه هست مشترک، موصول مشترک. خب موصول خاص عبارتن از الذی، الذان، الذین، الذین، التی، اللتان، اللتین، اللاتی یا اللواتی. اینا موصول خاص هست. بازم گروه مذکر داریم، گروه مؤنث داریم، مفرد داریم، مثنا داریم، جمع داریم که اینا رو وارد شما دیگه. الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی یا اللواتی. روغن نباتی. اینم از موصول خاص. اما موصول های عام یا مشترک عبارت از من، من و ما. من برای اشخاص میاد و ما برای اشیاء میاد. برای اشیاء، اشخاص و اشیاء. نکته، هرگاه اسمای موصول خاص، هرگاه اسمای موصول خاص بعد از اسم معرفه به ال بیایند، به معنای چی بچه؟ به معنای که. خودشون به تنهایی کسی که، چیزی که، اینطوری معنا میشن. اما اگر اینها بعد از اسم معرفه به البیان، به معنای که هستن و آن اسم معرفه، و آن اسم معرفه نیز نکره ای ترجمه میشود. اون اسم معرفه هم به صورت نکره ای. مثالشو نگاه کنید. الکتاب اللذی، الکتاب اللذی. خب کتابی که خواندمش، الکتاب الذی قرأته، کتابی که خواندم. الان خود الکتاب معرفه است، باید بگیم کتاب، ولی چون بعدش اسم موصول اومده دیگه نمیگیم کتاب، میگیم کتابی. القلم الذی، قلمی که. المجتمع الذی، جامعه ای که. به این شکل ترجمه میشه. پس یکی از اون جایی که اسم معرفه به صورت نکره ای ترجمه میشود کجاست؟ زمانی است که بعد از اسم معرفه به ال شما موصول بیارید. بعدش اگه موصول بیاد، اون اسم معرفه به ال به صورت نکره ای ترجمه می شود. همچنان که شما هرگاه خبرتون اسم نکره باشد، می توانید به صورت معرفه ترجمهش بکنید. پس خبر نکره به صورت معرفه ترجمه می شود الله عادل، خداوند عادل است. نمیگیم عادلی است، عادل است. و همچنین اسم معرفه به علی که بعدش موصول بیاد، به صورت نکره ای ترجمه می شود، نه اینکه نکره باشد. ببینم از این مطلب. و مطلب دوم، دقت کنیم که ما کلمه ما با توجه به آنچه کتاب کنون خوانده ایم، گاهی حرف نفیه، گاهی استفهامه، گاهی موصول هست، گاهی هم شرطه، که اینو به کمک قرائن موجود در جمله میتونیم تشخیص بدیم که این مایی که اومده چی است. مثالشو نگاه کنید. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق ما هو ما تفعلو. خب چند ما رو ما میبینیم، ببینیم چگونه اینا رو میشه تشخیص داد. در اولی که شما بعدش فعل ماضی اومده، ما که بر سر فعل ماضی در میاد برای منفی کردنش دیگه، عمدتاً ذهب رفت، ما ذهب نرفت، کتب نوشت، ما کتب ننوشت. اصلا ماضی رو با ما منفی میکنن. خب این نشون میده که نفیه. این که وسط جمله اومده موصوله، چون موصول وسط میاد دیگه، اصلش جایگاهش میانه هستش. ما هو علامت سوال دارید، این علامت سوالی دارید که معلوم میشه که پرسش هست. و اما در مورد مای آخر اگر نگاه کنید، دو تا فعل بعدش اومده، تفعلو، یعلم. خب این معلوم میشه که شرط هست، اثرگذارم بوده.
مایی که اثرگذار باشد روی فعل ها اون شرط دیگه. معمولا هم ادات شرط دو تا فعل بعد از خودشون دارند که به فعل اول میگن فعل شرط، به فعل دوم میگن جواب شرط. پس مایه شرطیه دو تا فعل داره بعدش، اثرگذار بوده. مایه استفهام علامت سوال داریم. مایه موصوله معمولا میانه جمله میاد و مایه که بر سر فعل ماضی در بیاد عمدتا برای منفی کردن میاد. این هم به لحاظ تشخیص ما هست. و اما آخرین موردمون از معرفه ها، معرفه به اضافه هست. معرفه به اضافه. خب این چی هست؟ افزودن اسم نکره به دیگر معرفه هاست. دیگر معرفه ها. هرگاه اسم نکره ای رو به یک اسم معرفه اضافه بکنید بهش میگن معرفه به اضافه، یعنی به خاطر اضافه شدن به یک اسم معرفه اونم شده معرفه. نگاه کنید، کتاب الله، کتاب الله، کتاب الان بچه ها اضافه شده دیگه، اضافه شده به الله. خب کتاب میشه معرفه به اضافه، معرفه به اضافه. الله که اسم خاص معرفه. ما در این مثال دو تا معرفه پیدا کردیم، یکی کتاب یکی الله، در صورت که کتاب به تنهایی نکره هست. مع اصدقائنا، باز در اینجا مع اضافه شده به اصدقا، اضافه شده است به اصدقا، و اصدقا باز اضافه شده به نا، یعنی اضافه در اضافه شده است. مع به اصدقا اضافه شده، اصدقا به نا اضافه شده. اینا خودشون رسوندن به یک اسم معرفی به نام نا که ضمیر است، همشون شدن معرفه. ما در اینجا سه نوع معرفه داریم. این مع معرفه به اضافه، اصدقا معرفه به اضافه، و نا هم که ضمیر هستش. اینم از این که اشاره شد بهش. خب این دوتا مثال. پس گاهی وقتا چند اسم نکره به هم اضافه میشن، اضافه میشن، از آخر خودشون رو میرسونن به یک اسم معرفه، همشون میشن معرفه. باید ببینیم که تا کجا اضافه شدن. تا هر جایی که اضافه شدن بهش معرفه به اضافه میگن، و اون آخری هم که هرچی که هست از معارف دیگه نامشون میبره. این از معرفه به اضافه، و ششتا معرفه همونو گفتیم. پس معارف شش بود، مزمر اضافه، علم موصول و بله دیگه چی؟ علم موصول و اسم اشاره. معارف شش بود، مزمر اضافه، علم موصول و حالا یکی دو تایی دیگه هم تو ذهنم نمیاد، کمی مجموعی که گفتیم دیگه. این به عنوان موارد ششگانه در معارف هست. خب بریم برای مورد نکره. بر اشخاص یا اشیاء نامعین، بر اشخاص یا اشیاء نامعین دلالت میکنه و معمولا نشانه آن تنوین. یکی از نشانه های خوب نکره تنوین هست، مثل کتابون که الان در اینجا ملاحظه میکنید تنوین داره دیگه، کتابون، کتابن، کتابن. یه اسم نکره رو شما سه نوع میتوانید ترجمه بکنید. بگید کتابی، بگید یک کتاب، بگید یک کتابی، قلمی، یک قلم، یک قلمی. این هم سه نوع ترجمه که برای اسم نکره انجام میشه. خب اینم از موضوع معارف و معرفه و نکره و تقسیم بندی که براش داشتیم. خب اینم 20 جا خالی هست که طبق معمول در هر جلسه داریم، اما زمست زندگی امروزمون که گفتیم خود را باور کنیم. اینم بخونیم ببینیم که چه چیزی رو مطرح کرده. میگه دختر کوچکی در یک کلبه محقر دور از شهر در یک خانواده فقیر به دنیا آمد. زایمان زودتر از زمان مقرر انجام شده بود و اون نوزاد زودرس ضعیف و شکننده ای بود.
همه شک داشتن که زنده بماند. وقتی 4 ساله شد بیماری ذات‌الریه و مخملک رو با هم گرفت، ترکیب خطرناکی که پای چپ او را از کار انداخت و فلج کرد. اما او خوش شانس بود چون مادری داشت که او را تشویق و دلگرم کرد. مادرش به او گفت علی‌رغم مشکلی که در پایت داری، با زندگیت هر کاری که بخواهی میتوانی بکنی. تنها چیزی که احتیاج داری ایمان، مداومت در کار و جرأت و یک روح سرسخت و مقاوم است. بدین ترتیب دختر کوچک در 9 سالگی بست‌های آهنی پایش را کنار گذاشت و برخلاف آنچه که دکترها میگفتند که هیچگاه به طور طبیعی نمیتواند راه برود، راه رفت و 4 سال طول کشید تا قدم‌های منظم و بلندی را برداشت و این یک معجزه بود. او یک آرزوی باور نکردنی داشت. آرزو داشت بزرگترین دونده زن جهان شود. اما با پاهایی مثل پاهای او این آرزو چه معنایی میتواند داشته باشد؟ در 13 سالگی در یک مسابقه دو شرکت کرد و نفر آخر شد. در تمام مسابقات دبیرستان شرکت کرد و در تمام آنها آخرین نفر بود. همه به اصرار به او میگفتند که این کارها را کنار بگذارد. اما روزی رسید که او قهرمان مسابقه شد. از آن زمان به بعد ویلما در هر مسابقه شرکت کرد برنده شد. در سال 1960 او به بازی‌های المپیک راه یافت و آنجا در برابر اولین زن دنیا که یک دختر آلمانی بود قرار گرفت که تا به حال کسی نتوانسته بود را شکست دهد. اما ویلما پیروز شد و در 200 متر، 200 متر و 2 امدادی 400 متر و 3 مدال المپیک را از آن خود کرد. آن روز او اولین زنی بود که توانست در یک دوره المپیک 3 مدال طلا کسب کند، در حالی که گفته بودند که او هیچگاه نمیتواند راه برود. اینم از ویلمای ما در این زمستان زندگی که مطرح کردیم. بله، خیلی ممنون که تایید کردید که این داستان بسیار خوبی است، واقعه بسیار خوبی است. خب بریم این جمع های مکسر مترادف متضاد ها رو هم یک روکانی بکنیم و بعد بریم سراغ آزمون و چند دقیقه شما باز در اینی که استراحت میکنید اون تسار هم پاسخ بدید و بررسیش بکنید. یک روخانی بکنیم جمع مکسر مربوط به جلسه هشتم رو. اسمار به معنی میوه ها، مفردش میشه ثمر. اقسان و یا قصون به معنی شاخه ها، مفردش میشه قصن. جزع یا جزع به معنی تنه، مفردش میشه جزوع. سیاه گردشگران، مفردش هست سائه، مثل طلاب طالب. سیاه گردشگران، سائح به معنی گردشگر. فسیله به معنی نهال خرما، جمعش میشه فسائل. تمثال به معنی تندیس هست، مجسمه هست، جمعش میشه تماثیل. جزر جزیره ها، مفردش جزیره. دول حکومت ها، کشورها، دولت ها، مفردش دولت. فرس به معنی اسب و جمعش میشه افراس. مترادف ها اطیب، احسن، افضل به معنی بهتر یا بهترین هست. یحتوی و یشملو هر دو به معنی دربر میگیرد یا شامل میشود. زرعه و قرصه به معنی کاشت هست. مزارع و فلاح و زارع به معنی کشاورز هست. مزارع رو با مزارع اشتباه نگیرید بچه ها. مزارع. یسیر و یسبه به معنی میشود. تعادله، تصاوا به معنی مساوی شد یا برابر شد. اما متضادها اطوله، طولانی ترین. اقصر، کوتاه ترین. رائحت الکریهه، بوی بد. الرائحت الطیبه، بوی خوش. قادمه، قادمه به معنی آینده. ماضیه به معنی گذشته. عصا نافرمانی کرد، عطا اطاعت کرد. تدریجی یعنی به تدریج. فجعه به معنی ناگهانی. تذکره، یاد آورد. نسیه، فراموش کرد. قرصه و یا زرعه به معنی کاشت. حسده به معنی درو کرد. و امتلع به معنی پر شد. و خلع به معنی خالی شد. اینم از متضادهای مربوط به این جلسه. خب حالا 8 سوالمون و 6 دقیقه زمان دارید، شروع کنید به پاسخ دادن در اینی که حالا استراحت هم خواهید داشت همین
لحظه یه استراحت کوچولو و بعدم جواب بدید. 6 دقیقه فرصت داریم دیگه، بعد از 6 دقیقه میایم برای بررسی کردن. بریم برای بررسی تست‌های آزمون کوتاه مدت امروزمون. تعیین کنید فعل معرب رو. فعل معرب رو، خب وقتی میگه فعل معرب، فقط فعل مضارع معرب بود، فعل ماضی و امر معرب نبودن، دنبال فعل مضارع میگردیم. و فعل مضارعمون هم باید صيغه 6 و 12 هم نباشد. صيغه‌های دیگرش رو میتونیم در نظر بگیریم، 6 و 12 رو در نظر نمیگیریم. خب تنسور نه، همینطور که ملاحظه میکنید صيغه 12 است، پس اینکه هیچ تنسور نه، صيغه 12 است. این صيغه 12 اینکه میره کنار. یضربن نون تاکید داره، نون تاکید بهش چسبیده، اینم هیچی. میمونه اضربن هم که فعل امره، اینم که فعل امر هستش. بنابراین گزینه 3 رو، تذهبینه رو انتخابش میکنیم. صیغه 10 مضارع هم هستش، این معربه، اما سایر مواردش مبنی هست. این به خاطر که صیغه 12 است، این به خاطر که نون تاکید داره. اشاره کردیم که نون تاکید، نون تشدیددار یا ساکن که به فعل میچسبه مبنیش میکنه. و اضربن هم که فعل امره. مورد دوم، کدوم جواب کلن از مبنی ها هست؟ خب در گزینه 1 ما این هازانمون چون مثناست، خب مثنا معرب بودن، اسمای موصول، اسمای اشاره مبنی هم به غیر از مثناشون، اللذانه هم همینطور، اللتانه هم همینطور. میماند گزینه 2، تیسره فعل ماضیه، تفعل یا تفعل و تفعل، تیسر میشه فعل ماضی. یجاهد نه صیغه 6 مضارع هستش، الذین هم که موصوله، موصول مثنا هم نیست دیگه، صیغه جمع هستش، مفرد جمعش مبنی هست. همین گزینه رو انتخابش میکنه. شماره 3، چند تا معرفه در این عبارت اومده. خب از همون ابتدا من مواردش رو مشخص میکنم. یکی ایام هست که میگم به چه دلیل، یکی المدرسه هست، یکی ها در فی هاست، یکی معس، یکی استقائه، یکی هم نایه، استقائه نا. شماره گذاری کنیم موارد رو، 1 2 3 4 5 6. خب ایام که معرفه به اضافه هست، معرفه به اضافه، به مدرسه اضافه شده، به همین خاطر معرفه است. مدرسه الف لام داره، خب معرفه است. ها در فیها ضمیر معرفه است. مع اضافه شده به استقا، استقا اضافه شده به نا، معرفه به اضافه است. مع معرفه به اضافه، استقا معرفه به اضافه، نا هم که ضمیر هست. 6 مورد رو ما در اینجا داشتیم و گزینه 2 رو انتخابش میکنیم بچه ها. گزینه 2، بله درسته. شماره 4، در کدوم عبارت دو تا اسم نکره دارید؟ دو تا اسم نکره. در اولی که هر چی میگردید همه معرفن، هیچ. در گزینه 2 نگاه میکنیم، البشاش معرفه است، الوچ معرفه است، اما خیر نکره است، دیگه نداریم، یک دونه داریم. در اینجا موجود رو داریم، اجتماعی رو داریم، این دوتا، بعید رو داریم، اینم 3 تا. خب اینم که 2 تا نشد، میریم برای مورد بعدی. زمیلتانه مجدتانه، زمیلتانه مجدتانه، دیگه هم نداریم. خب شماره گذاری کنیم، پس در اینجا 1، در اینجا 1 و 2 و 3، اما در اینجا 1 و 2. بنابراین گزینه 4 رو انتخابش میکنیم که 2 تا اسم نکره در داخلش اومده. بله گزینه 4. شماره 4، تعیین کنید مناسب رو برای جای خالی. خب در جای خالی وقتی که ما میخوایم انتخاب کنیم، یه شاکلید داریم بچه ها. شاکلیدمون کتبه، کتب، کتب. خب کتب چی است؟ جمع
غیر عاقل. خب چی گفتیم برای جمع غیر عاقل؟ مفرد مؤنث. آفرین، مفرد مؤنث میخوایم. باید بریم سراغ گزینه‌ای که دو تا موردش مفرد مؤنث باشن. خب این که نیست، این باز هماش نیست. گزینه سه، یکی تلک و یکی ها. بنابراین گزینه سه رو انتخابش میکنیم. قرأت و تلک الکتب التي اشتريتها. اینجا هم ها میخواد و گزینه سه انتخاب میشود، مفرد مؤنث. مفرد مؤنث رو انتخابش میکنیم. شمارش چند تا کلمه مفردش خطاست. بزور مفردش بذر گرفته، ایرادی برش نیست. اقسان مفردش قسون گرفته. خب قسون خودش هم جمع بود، الان خوندیم با هم. اقسان و قسون جمع قسن هستش و بنابراین این هم غلط. این یه غلط. جزء مفردش جزیره است، کاملا درسته. جزء مفرد جزء هست، تنه ها، تنه، درسته. افراس فرس نوشته، اینم غلطه که فرس میشه و بنابراین این هم غلط هستش. ملاعب و ملعب درسته دیگه، مکاتب، مکتب، ملاعب، ملعب. پس بنابراین دو تا ما خطا داریم که مفرداشون آنچه که آورده شده درست نیست. گزینه دو رو انتخاب کنید. و شماره هفت، تعیین کنید سعی رو در مفهوم. گفته عالم ینتفع به علمه خیر من الف عابد. عالمی که، دانشمندی که بهره برده بشه از علمش بهتر از هزار عابد هست. میگه کدام یک از این موارد، از این گزینه‌ها بود نزدیکه؟ کدوم یکی رو انتخاب کردی بچه ها؟ برای شماره هفت، برای شماره هفت بفرستید برام ببینم کدوم رو انتخاب کردید، کدوم مناسبه برای این جمله. سه، باریکلا، آفرین. افضل الناس انفعهم للناس، همین رو انتخاب میکنیم. بهترین مردم، سودمندترین اونهاست برای مردم. خب این انتخاب میشود. و اما شماره بعدی، فلقابات الاستوائیه، موارد مشخص میکنیم. القابات الاستوائیه، شجرتون خانقه، اسمای موصوف صفت هایی که به صورت معرفی یا نکری اومدن، اینها مهم هستند. خب بریم برای این مورد ببینیم چگونه است. در گزینه یک میگه در جنگل های استوایی، این رو میپذیریمش. در جنگل های استوایی، این بالا فی رو مشخص بکنیم. بله. خب دیگه کجا داریم؟ در جنگل، اینم پاکش کنیم با رنگی که مد نظرمون هست، در جنگل های استوایی. اما بریم برای دو مورد دیگر. در دو استوا گفته، در چهارم استوا گفته. این دوتا که میرن کنار، میمونه یک و سه. در جنگل های استوایی درختی خفه کننده، شجرتون خانق، اسم نکره است دیگه، درختی خفه کننده. اما در سه چی میگه؟ درخت خفه کننده. خب این غلطه دیگه، یا باید بگه درختی خفه کننده یا درخت خفه کننده ای، یعنی به صورت نکره ای ترجمهش بکنه و این کار رو نکرده است. بنابراین گزینه کدوم؟ گزینه گزینه یک انتخاب می شود. اینجا باید بزنیم تیک رو، گزینه یک انتخاب خواهد شد. این هم از این که مشخص شد. خب ممنونم از همراهی شما و عذرخواهی میکنم بازم بابت اون دقایقی که با تاخیر انجام شد، چون هم یه مقدار من کسالت داشتم، هم این که تصورم این بود که امروز به مناسبت میلاد پیامبر تعطیل هستش و به این خاطر دیگه یه مقداری با تاخیر رسیدیم، ولی بحث رو انجامش دادیم. خب این از این تمام و انشالله شما اون آزمون بلند مدت مربوط به این رو که در اختیارتون قرار میگیره تا جلسه بعد اون رو پاسخ میدید و اون رو بررسی خواهیم کرد و مونتا رو هم به
ببینیم چیکار کردن. اونم اگر چی شد تو جلسه بعد اون دکتر تست مونتا رو هم که ازتون گرفته شد هم نتیجه رو ببینیم چی شده و هم همی که اون رو هم انشالله بررسی خواهیم کرد. خب ممنونم از شما، خسته نباشید، خدا قوت.